به نام خدا و با سلام، این جناب حسین عبدالباقی مدیر عامل و رئیس هیئت ساختمان سازی کار تخصصی است که با جان انسان ها ارتباط داره. اون روابطی که بین حالا کارفرما بوده، بین طراح سازه بوده، بین ناظر بوده، بین شهردار بوده، که متأسفانه این باعث شده که این روابط، این پروژه سالم و سلامت اجرا نشه. اگر ما اجازه بدیم که قدرت و ثروت جای نظارت و اجرا و طراحی رو بگیره، باید منتظر اتفاقاتی بسیار ناگوارتر از اتفاقاتی که در متروپول به وجود اومد داشته باشیم. حادثه متروپول حاصل رانت و فساده. شهرداری آبادان مجدداً در اسفند سال 98 پروانه افزایش طبقات رو برای این پروژه صادر میکنه که در خرداد ماه 1392 هم دفتر نظام مؤسسه آبادان اقدام به معرفی ناظرین و طراحان میکنه. در واقع میره سراغ افزایش طبقاتی که بدون اینکه تغییرات تو فونداسیون ایجاد کرده باشه، افزایش طبقات رو 12 طبقه اینها رو مجوز میدن که 6/2401 در واقع حاضر نظام مهندسی اعلام میکنه که این پروژه دیگه علاوه بر استکان بنا واقعا در مرز خطر وجود داره و تقاضا میکنه که یه فیکس اساسی برای این کار انجام بشه. و بعد از این قصه بوده که کمتر از یک ماه متاسفانه ساختمان فرو میرزه. بچه ها حلالم کنیم، حلالم کنیم، ما زیریم داریم مردم نجات میدیم، یوم معمولی از 21 متهم پرونده متروپول 12 نفرشون مدیران شهرداری آبادان هستند.